سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه این هفته ایران و جهان که مطابق روال مروری دارد بر رخدادهای مهم هفته گذشته. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه نخست به واکنش ها پیرامون اعدام یک مرزبان ایرانی توسط گروه تروریستی جیش العدل خواهیم پرداخت و عملکرد این گروه را با کارشناس برنامه آقای دکتر عبدالستار دوشوکی به بحث خواهیم گذاشت. با آخرین واکنش ها نسبت به اشغال شبه جزیره کریمه توسط روسیه و اخراج این کشور از سوی گروه G8 خواهیم پرداخت و نگاهی خواهیم داشت به تحولات هفته گذشته ترکیه که مهستان بختیاری خبرنگار ما در این کشور ما را در جریان آن قرار می دهد. با ما همراه باشید. گروه جیش العدل روز یکشنبه سوم فروردین اعلام کرد که یکی از گروگان‌ها به نام گروهبان جمشید دانایی فر را اعدام کرده است. اعدام این سرباز ایرانی موجی از واکنش‌ها در شبکه اجتماعی به دنبال داشت و بسیاری آن را محکوم کردند. گروه جیش العدل پایان هفته گذشته مجدداً تهدید کرد در صورتی که حکومت ایران خواستای این گروه را برآورده نکند، یکی دیگر از مرزبانان ربوده شده ایرانی را 13 فروردین می‌کشد. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با نواز شریف خواستار آزادی مرزبانان ایرانی شد. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت که محکوم کردن قتل یکی از مرزبانان کافی نیست. سپاه پاسداران ایران اما همچنان در خصوص این گروگانگیری و گروه جیش العدل سکوت کرده است. گروه جیش العدل خود را مدافع منافع مسلمانان سنی منطقه معرفی می‌کند و تاکنون مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است. اما اقدامات این گروه تروریستی چقدر مورد تایید و حمایت سنی‌های منطقه قرار دارد؟ به این موضوع خواهیم پرداخت در گفتگو با کارشناس برنامه، اما نخست توجه شما را به گزارشی از آخرین واکنش ها نسبت به اعدام یک مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل جلب می کنم. به دنبال اعلام خبر اعدام یکی از 5 مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط گروه تروریستی جیش العدل، رئیس جمهوری ایران در تماس با نخست وزیر پاکستان خواهان اقدام فوری برای آزادی این افراد شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با نواز شریف با اشاره به گزارشات ضد و نقیض در خصوص وضعیت یکی از 5 مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده گفت با وجود اقدامات دو جانبه و پیگیری های ممتد جمهوری اسلامی ایران و تشکیل کمیسیون مشترک مرزی میان مسئولان استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان و تلاش های مشترک انجام گرفته انتظار داشتیم که بعد از تشکیل این کمیسیون اقدام جدی از سوی مقامات پاکستانی برای آزادسازی گروگان های ایرانی صورت پذیرد. به تاکید کرده است این گونه حوادث تاثیر منفی در افکار عمومی مردم ایران نسبت به دولت پاکستان ایجاد خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد تا با برنامه‌ریزی مشترک دو کشور این حوادث دیگر تکرار نشود. بنابراین گزارش نخست وزیر پاکستان هم اطمینان داده که دولتش از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر خارجه نیز در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل دولتی را در منطقه متهم به دست داشتن در حملات تروریستی به شهروندان و دیپلمات‌های ایرانی کرد. آقای ظریف با انتشار این نامه در صفحه فیسبوکش خطاب به بان کی‌مون گفته است محکوم کردن قتل احتمالی یکی از مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط جیش العدل کافی نیست و جامعه جهانی باید برای آزادی گروگان‌های ایرانی قاطعانه اقدام کند. وزیر خارجه ایران افزوده شواهد موجود حاکی از آن است که تمامی این اعمال تروریستی توسط گروه‌های تروریستی مورد حمایت دولتی با منابع مالی، هماهنگی و مدیریت مشابه انجام شدند و این دولت می‌کوشد با توسل به این گونه اقدامات شکست‌ها و محاسبات غلط راهبردی گذشته خود را جبران کند. در خبر دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای قتل یکی از مرزبانان روبوده شده ایرانی را محکوم کرد. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این بیانیه اعلام کرده است اسلام آباد هر گونه اقدام تروریستی به هر شکل و ظاهری در هر نقطه از جهان محکوم می‌کند.
وی تاکید کرده است قتل مرزبان ایرانی بسیار تأسف‌بار بوده و ما با خانواده این شهید و سایر مرزبانان ایرانی که در چنگ تروریست‌ها اسیر هستند اعلام همبستگی می‌کنیم. اصلا در خصوص حادثه روبوده شدن مرزبانان ایرانی توسط گروه تروریستی جیش العدل افسوده است. دولت و نیروهای پاکستانی همه اقدامات و پشتیبانی های لازم را برای شناسایی محل نگهداری مرزبانان روبوده شده انجام داده. وی در بیانیه گفته تحقیقات و پیگیری دولت پاکستان به معنای تایید ورود و یا حضور احتمالی مرزبانان ایرانی در داخل خاک پاکستان نیست، اما اسلام آباد آماده همکاری مشترک با ایران و تبادل اطلاعات و جزئیات معتبر در خصوص این حادثه است. از سوی دیگر سپاه پاسداران و فرماندهان آن همچنان به سکوت خود درباره فعالیت‌های گروه جیش العدل با وجود انتشار گزارش‌های مبنی بر کشتن یکی از مرزبانان روبوده شده ادامه می‌دهد. سپاه پاسداران که خود را حافظ جمهوری اسلامی و ارزش‌های آن می‌داند و امنیت استان سیستان و بلوچستان را نیز بر عهده دارد، تاکنون اقدام عملی مشخصی علیه جیش العدل نکرده است. پیشتر گزارش‌های غیررسمی از اعزام یگان ویژه صابرین سپاه برای برخورد با جیش العدل به خاطر روبودن 5 مرزبان ایرانی منتشر شده بود که با سکوت دوباره فرماندهان این نیرو مواجه شد. وظیفه یگان ویژه صابرین مبارزه با گروه‌های مسلح مخالف نظام به خصوص گروه پژاک اعلام شده، اما از عملکرد این یگان در برخورد با جیش العدل تا به حال گزارشی در دست نیست. گروه جیش العدل از شهریور ماه سال 91 تا کنون بیش از 30 عملیات علیه نیروهای نظامی ایران به خصوص سپاه پاسداران داشته که با سکوت معنادار فرماندهان سپاه همراه بوده است. از زمان اعلام موجودیت این گروه نظامی که خود را مدافع حقوق اهل سنت در ایران معرفی می کند، موضع‌گیری روشن و مشخصی علیه این گروه از سوی فرماندهان سپاه کمتر دیده شده است. جیش العدل که بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت، 3 فروردین ماه سال جاری اعلام کرد گروهبان یکم جمشید دانایی فر یکی از 5 مرزبان روبوده شده ایرانی را به دار آویخته است. برای بررسی بیشتر اقدامات این گروه گفتگوی انجام دادم با آقای دکتر عبدالستار دوشوکی تحلیلگر سیاسی و از ایشان پرسیدم اقدامات تروریستی این گروه به خصوص اقدام اخیر آن در کشتن یک مرزبان ایرانی تا چه اندازه مورد تایید سنی‌های منطقه سیستان و بلوچستان است؟ واقعیت اینه که اکثریت مردم بلوچ و به خصوص علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان هر گونه خشونت و به خصوص این گونه خشونت‌های تکفیری رو محکوم کردند و گفتند که در جایگاه مذهب اهل سنت و به خصوص مذهب حنفی کشتن و خشونت و تکفیر و به خصوص کشتن اسیر جایی نداره. در نتیجه همان گونه که خود جیش العدل در اعلامیه اولیه خودش، یعنی اعلامیه که توسط آقای فاروق الدین صلاحی صادر شد، اینها خودشون رو بخشی از جهاد بزرگ بر علیه اعمال نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و به خصوص در کشورهایی مثل سوریه و عراق و لبنان میدونند. هفته گذشته خانم تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که کمیته ویژه مشترکی با شرکت مقامات ایرانی و پاکستانی تشکیل شده، اما مقامات ایران هیچگاه در این مورد با ما تماسی برقرار نکردند. اما سخنگوی وزارت کشور ایران این موضوع را تکذیب کرد. به نظر شما جمهوری اسلامی اقدامات لازم و کافی برای آزادی سربازان به گروگان گرفته شده ایرانی انجام داده است؟ ببینید، من بذار خیلی دقیق و روشن بگم که اصلا مشکل کار کجاست. اولا دولت پاکستان همیشه از تروریسم به عنوان یک اهرم فشار بر علیه همسایه‌های خودش، چه هندوستان باشه، چه افغانستان و چه ایران، استفاده کرده. و اینکه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بگه اینها در خاک پاکستان نیستن، درست نیست. جمهوری اسلامی هم اینه میدونه، خودشون هم میدونن. وقتی آقای میرشکاری معاون سیاسی امنیتی سیستان و بلوچستان به کویت رفتن، ایشون لیست جای مشخص 2 گروگان در یک محل نگهداری میشدن و 3 گروگان دیگر در محل دیگری نگهداری میشن. اینها لیست رو به ارتش پاکستان دادن، گفتن این گروگان ها در این 2 محل مشخص جداگانه دارن نگهداری میشن و از اونها کمک خواستن. اما در همون زمان
جمهوری اسلامی ادعا کرد که پاکستان با ما همکاری میکنه، در صورتی که پاکستان در تمام تاریخ طول عمر خودش نشون داده که از این گروه ها بر علیه همسایه های خودش یا بنابه منافع بین المللی یا منطقه و اون به اصطلاح همسویی و هماهنگی رو که به بعضی از کشورها داره انجام میده. اما نکته اساسی که بقیده من هموطنان ما به اون دقت لازم رو نکردن اینه که در روز 17 بهمن 5 سرباز به گروگان گرفته میشن توسط جیش العدل. دقیقا 2 هفته بعد فردی به نام، یک جوانی به نام علی ناروی که سالها پیش به جرم همکاری با جندالله دستگیر شده بود، در زندان ارومیه بر طبق ادعای خانوادهش و همچنین خبرگزاری حقوق بشر زیر شکنجه کشته میشه. بعد از اون بلافاصله جیش العدل اعلامیه میده به خاطر اینکه برادر بزرگ علی ناروی که در زندان ارومیه زیر شکنجه کشته شده بود در اول اسفند، برادر بزرگش به نام صدیق ناروی یکی از کادرهای ارشد جندالله بوده که الان جیش العدل هست و جیش العدل اعلامیه صادر میکنه که در برای قصاص اون ما این کار رو میکنیم، یعنی یکی از سربازها رو قصاص میکنیم. جمهوری اسلامی متاسفانه این قضیه رو جدی نگرفت و برای من که در مورد مسائل بلوچستان تحلیل میکنم واقعا جای سوال هست که چرا در شرایطی که همه دارن تلاش میکنن این 5 سرباز آزاد بشن، علی ناروی که حداقل 4 سال در زندان بوده در عرض 2 هفته حالا کشته میشه، بنا به دلایلی از بین میره در زندان، با اینکه اطلاعات جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی میدونست که برادر این یعنی صدیق در جیش العدل هست و بنا به اون فرهنگ بلوچی و بنا به اون فرهنگ انتقام جویانه گروه های مثل جیش العدل، اگر این کار رو بکنن اونها هم عمل مثل خواهند کرد. چرا این کار رو کردن معلوم نیست. برمیگرده به این موضوع که واقعا یه عده‌ای میخوان در بلوچستان ثبات و امنیت و آرامش و به دنبال اون توسعه به وجود نیاد. و اگر ما این رو نگاه کنیم، یعنی جمهوری اسلامی امروز، من دیدم مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن که ریشه این مشکلات و ریشه این قتل در داخل پاکستان هست و اگر دولت پاکستان نمیتونه به مرزهای خودش اشراف امنیتی و نظامی داشته باشه ما وارد عمل میشیم. اولا جمهوری اسلامی در گذشته وارد عمل شده و اون به این صورت بوده که موشک باران کرده شهرهایی رو در منطقه زامران، ماشگیر و باعث شده که این مردم بلوچ اون منطقه از این به اصطلاح مبارزان یا جن جندالله در گذشته و جیش العدل حمایت بکنن و حمایت اونا بیشتر بشه. این طبیعیه. مسئله اینجاست که در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چرا باید برن برادر یکی از کادرهای بالای جیش العدل رو در زندان ارومیه به اون صورت از بین ببرن و این خود به خود نوعی انتقام جویی رو به دنبال خواهد داشت و متاسفانه ما دیدیم که یکی از این سربازهای بیگناه که هم استانی و هموند سیستانی ما هست و یک فرزند خردسال کمتر از 2 هفته ای هم داره و فرزندش رو ندیده، باید قربانی سیاست های غلط و انتقام جویانه 2 گروه تکفیری، یعنی جیش العدل از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر بشه. وزارت کشور ایران تا چند روز پس از کشته شدن آقای جمشید دانایی فر این خبر را تایید نکرد. با حسین علی امیر سخنگوی این وزارتخانه یک روز بعد از این حادثه گفت منتظر اظهار نظر مقامات رسمی پاکستان است. اما معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان این خبر را تایید کرد. دلیل این اظهارات ضد و نقیض از سوی مقامات ایرانی چیست؟ خب دلیلش اینه که اولا جمهوری اسلامی ادعاش چیز دیگه است، واقعیت چیز دیگه است. اما یه مسئله خیلی ظریفی هم که در اینجا وجود داره اینه که هنوز اون هماهنگی لازم بین نیروهای اطلاعاتی امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه و دولت آقای روحانی به وجود نیومده. آقای میرشکاری یک فرد امنیتی هست، یعنی اگر ایشون معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان هستند، اما تمام عقبش و اون رشته هاش وصل به اطلاعات استان و سپاه پاسداران استان سیستان و بلوچستان در و ایشون کسی بوده که رفته کویت و میدونه جریان چی هست.
اما معاون وزیر کشور در تهران که غالبا یک فرد سیاسی است، متاسفانه اطلاع و معاون لازمه که ایشون از منطقه اطلاعات رو کسب کنه، علی رغم اینکه در منطقه خود مأمور نظام یعنی مأمور سیاسی امنیتی که با به اصطلاح مخبرهای محلی و به خصوص با دولت محلی در کویته پاکستان در تماس است، گفته که بله تایید کرده که متاسفانه این هموطن بیگناه ما توسط جیش العدل کشته شده، اما خب در تهران اونا ادعا میکنی. این انکار واقعیت و انکار واقعیت نه فقط در مورد یک قتل جنایتکارانه، بلکه انکار واقعیت در مورد ریشه های این مشکلات که 10 سال بلوچستان رو همچنان در این دایره خون و خشونت در خودش داره. و این انکار واقعیت مختص این دولت نیست، متاسفانه مقام های مختلف جمهوری اسلامی این کار رو در گذشته کردن. آقای ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه 5 فروردین ماه گفت که خواسته های گروه جیش العدل در مقابل آزادی سربازان ایرانی غیر منطقی است. آیا این اظهار نظر به معنی توقف رایزنی ها برای آزادی 4 مرزبان به گروگان گرفته شده دیگر است؟ ببینید، ایران با همکاری سوریه وقتی تعدادی از پاسدارها دستگیر شدند، خب همکاری کردن، بیش از 1000 نفر از اونچه که ایران تروریست میخونه، تروریستای داعشی، جبهه نصره و غیره رو آزاد کرد. کشورهای منطقه هم وقتی که ما میبینیم یکی از سربازاشون دستگیر میشن یا به گروگان گرفته میشن، حتی اکثر تلاش خودشون رو میکنن و به زعم اونها صدها تروریست رو چون ارزش قائلن برای سرباز خودشون، برای کسی که به خاطر حفاظت از اون نظام، از اون مملکت اسلحه به دست گرفته و جون خودش رو به خطر انداخته، و در چنین مواقعی باید کشور نشون بده که برای این سربازان ارزش قائله. اما متاسفانه جمهوری اسلامی ارزش قائل نیست. آقای حمیدی هم کسی است که رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، کسی هست که یکی از مبانی و بانی ها و علت اصلی این درگیری ها و خشونت در بلوچستان می باشه. ایشون گفته جیش العدل، ما به طور رسمی از جیش العدل درخواستی دریافت نکردیم. من نمیدونم جیش العدل چجوری باید درخواستش رو ارائه بده، با پست بیارن در آفیس ایشون. جیش العدل در اعلام دو تا اعلامیه داده و درخواست خودشون رو مطرح کرده. حالا میخوایم هرچی در مورد جیش العدل بگیم، به هر حال اینها این 5 سرباز رو در اختیار داشتن و وظیفه جمهوری اسلامی بود که عملکردی رو پیشه کنه، نه تنها در رابطه با رایزنی با دولت پاکستان، بخصوص در رابطه با زندانی هایی که خود جیش العدل خواستار آزادی اونها شده. چون چطور موقعی که مذاکرات جاری هست بین سیاسیون، چطور نیروهای امنیتی اطلاعاتی میرن برادرهای یکی از کادرهای جیش العدل رو در زندان ارومیه میکشن، بعد میگن این توطئه پاکستان بوده و ما حد اکثر کار خودمون رو کردیم. نه این چون من این حرف رو میزنم به خاطر اینکه واقعا خون این انسان بیگناه، یعنی این سرباز هم بند سیستانی ما، به ناحق ریخته شد و مسئولیتش هم باید مأمورین اطلاعاتی امنیتی در زندانهای ارومیه اونو بپذیرند. یا وگرنه اگر ایشون اعدام، اگر آقای علی داروی کشته نمیشد در زندان، آقای جمشیدفر هم این سرنوشت رو نمی داشت. با سپاس از آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از لندن با ما همراه بودند. دیپلمات ایرانی در ونزوئلا در تماس با ایران فردا فاش ساخت در ماه‌های اخیر علی‌رغم بحران اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی برای بقای نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا میلیون‌ها دلار هزینه کرده است. علاوه بر این، سپاه پاسداران آموزش واحدهای ضد شورش را در پادگان نزدیک کاراکاس به عهده گرفته است. به گزارش ویژه ما در این زمینه توجه فرمایید. یک دیپلمات ایرانی در کاراکاس در تماس با ایران فردا فاش ساخت در طول 3 ماه اخیر رژیم میلیون ها دلار برای بقای ریاست جمهوری نیکولاس مادورو هزینه کرده است. همزمان سپاه قدس در حال آموزش واحدهای نخبه اطلاعاتی در ارتش ونزوئلا است و واحدهای ضد شورش سپاه
آموزش واحدهایی به همین نام را در نیروی گارد نیکولاس مادورو رئیس جمهوری در تهران و کاراکاس آموزش می‌دهد. به این ترتیب رژیم تجارب خود را در سرکوبی مردم ایران در سال 1388 در جریان جنبش سبز را در اختیار رژیم ونزوئلا قرار داده است. این دیپلمات ایرانی که نخواست نامش فاش شود با اشاره به جنبش بزرگی که علیه جانشین چاوز رئیس جمهور درگذشته این کشور برپاست یادآور شد که حتی مادورو اعتراف کرده است برای شناسایی مخالفان و مراکز تجمع آنها از هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین ساخت ایران استفاده می کند. گفتنی است که نیکولاس مادورو چندی پیش به نظامیان کشورش دستور داد با راه اندازی سیستم موسوم به آرپیا برای مبارزه با مخالفان تأمین امنیت و نیز کنترل فضای هوایی این کشور از پهپادهای ساخت ایران استفاده کنند. مادورو هنگام شرکت در مراسم تحویل تجهیزات و سیستم‌های جدید نظامی به نیروهای مسلح در پایگاه هوایی لیبرتادور در 150 کیلومتری غرب کاراکاس در سخنانی که از تلویزیون ملی ونزوئلا پخش شد گفت: به همه شما تبریک می‌گویم. امروز عملیات سیستم آرپیا با هواپیمای بدون سرنشین آغاز شد و این نشانه آن است که ما در راه توسعه و بکارگیری علوم و فناوری‌های نو با اهداف نظامی و امنیتی برای حفظ صلح و آرامش در میهنمان یعنی ونزوئلا پیشرفت می‌کنیم. بر اساس این گزارش در این مراسم 3 فروند هواپیمای بدون سرنشین محصول مشترک ایران و ونزوئلا تحویل ارتش شد. اما مادورو تأکید کرد تأمین مالی این پروژه در آینده افزایش خواهد یافت و محصولات آن به کشورهای عضو پیمان اتحاد بولیواری برای کشورهای آمریکا موسوم به آلبا فروخته خواهد شد. قرارداد همکاری‌های فنی نظامی با رژیم ایران امضا شده توسط هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین این کشور در سال 2006 میلادی بلافاصله به اجرا درآمد و در قالب آن تاکنون 15 هواپیمای بدون سرنشین ساخته شده است. این هواپیماها مجهز به دوربین‌های کوچک و تجهیزات شناسایی هستند. رئیس جمهوری ونزوئلا که پس از پیروزی در انتخابات فروردین ماه گذشته طرح‌های گسترده‌ای را برای افزایش کنترل امنیتی به اجرا گذاشته است، خطاب به مسئولان پروژه آرپیا گفت: شما روی حمایت مالی، اخلاقی و دولتی ما حساب کنید. وی افزود: ما با تمام توان به توسعه چنین طرح‌هایی کمک خواهیم کرد تا در آینده به صنایع قوی و مستحکم تبدیل شوند. مادورو همچنین از ایجاد یک منطقه اقتصادی نظامی برای اینکه نیروهای ارتش ملی بولیواری بتوانند تجهیزات و محصولات مورد نیاز خود را تامین کنند با کمک رژیم اسلامی ایران خبر داد. رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: نیروهای ارتش ملی بولیواری از همه جور حمایت دولت برای توسعه توانمندی و ارتقای سطح پشتیبانی و تولیدی خود با بهره‌گیری از بهترین فناوری‌های جهان در همه زمینه‌ها از تغذیه گرفته تا لباس و تجهیزات نظامی برخوردار خواهند بود. مادورو تصریح کرد: ما همه این کارها را انجام خواهیم داد چون این دستور فرمانده عالی یعنی هوگو چاوز بود. هوگو چاوز رئیس جمهوری انقلابی ونزوئلا که مفتون فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا بود، نخستین بار در دوران محمد خاتمی از ایران دیدار کرد، اما دیدارهای مکرر او پس از آشنایی با محمود احمدی نژاد زمینه‌ساز همکاری‌های همه جانبه بین دو کشور شد. رژیم در نبرد خیالی خود با آمریکا میلیاردها دلار در ونزوئلا در پروژه‌های مختلف که نفعی برای مصالح ملی ما نداشت هزینه کرد. حضور سپاه و چند پایگاه موشکی در جزیره مارگاریتا برای روز نبرد خیالی با آمریکا از جمله ماجراجویی‌های پرهزینه رژیم در این کشور آمریکای لاتین است. چاوز قول داده بود 20 فروند هواپیمای جنگنده F-16 ساخت آمریکا را در اختیار ایران قرار دهد، اما این وعده پس از تهدید واشنگتن به شکایات از ونزوئلا به خاطر منع قانونی در اختیار طرف ثالث قرار دادن هواپیما هرگز عملی نشد. در جزیره مارگاریتا تقریباً 20 هزار شیعه که اغلب مهاجران لبنانی، سوری و عراقی هستند زندگی می کنند که بعضاً رابطه تنگ و تنگی با حزب الله لبنان دارند و شماری از آنها کار تجارت مواد مخدر را برای حزب الله عهده دارند. از سال 1383 فردی به نام حجت الاسلام جزائری که کار تبلیغات والایی را بین شیعیان ونزوئلا بر عهده دارد در این زمینه می گوید تعداد زیادی از بومیان ونزوئلا به سبب روابط دوستانه و تجاری با مهاجران لبنانی جذب دین اسلام شدند.
جزائری تسلط به زبان عربی را ابزار اصلی یک مبلغ عنوان کرده گفت نوعا جامعه عرب زبان خوشش نمی آید به زبانی غیر از زبان مادری معارف اهل بیت را دریافت کنند که این ما را ملزم کرده برای انتقال معارف به شیعیان لبنانی به زبان عربی به تبلیغ بپردازیم. تا سال 2007 ایران و ونزوئلا قراردادهای همکاری اقتصادی و نظامی به ارزش 2 میلیارد دلار به امضا رساندند. سال بعد اعلام شد که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک صرف کمک به کشورهایی خواهد شد که برای رهایی از امپریالیسم تلاش می‌کنند. اگرچه بسیاری از طرح‌های مشترک ایران و ونزوئلا از دست یافتن به نتایج اعلام شده بازمانده، اما با این وجود نزدیکی سیاسی دو کشور همچنان ادامه یافته است. پاره منابع غربی مدعی شدند که ایران در نزدیکی پایتخت ونزوئلا دست در کار ایجاد یک واحد مرتبط با تولیدات موشکی است. منابع محلی از این مرکز نظامی که در گذشته مورد بازدید مسئولان نظامی ایران قرار گرفته به عنوان کارخانه تولید باروت یاد می کنند. طی یک اقدام تبلیغی تهدیدی که هرگز انجام آن عملی به نظر نمی رسید، چاوز 2 سال پیش اعلام داشت که قصد دارد 21 فروند هواپیمای جنگنده F-16 خود را به یک کشور خارجی یعنی ایران واگذار کند. تلاش برای تحقیق این تهدید هرگز از مرحله تبلیغاتی و خبری فراتر نرفت. منابع ایران حجم قراردادهای مشترک دو کشور را تا پایان سال 2008 4 میلیارد دلار اعلام کرده بودند، اما در سالهای اخیر صدها میلیون دلار در پروژه‌های نظامی امنیتی در ونزوئلا هزینه شده که در فهرست هزینه‌های سری منظور شده است. ایجاد یک کارخانه مونتاژ خودرو، ساخت کارخانه تولید سیمان از جمله این طرح هاست. ایران از ظرفیت بانکی ونزوئلا نیز برای انجام خریدهای خارجی و دریافت هزینه‌های فروش نفت به شرکت‌های کوچک استفاده می‌کند. در ماه‌های اخیر رژیم ونزوئلا با بحران فزاینده‌ای روبرو بوده است. تظاهرات در ونزوئلا از اوایل ماه گذشته در 2 ایالت تاچیرا و موریدا در غرب آن کشور آغاز شد. در ابتدا پس از ادعای یک دانشجوی دختر مبنی بر اینکه گروهی قصد تجاوز به وی را داشتند، دانشجویان خواستار امنیت بیشتر شدند و اعتراضات عمومی علیه سیاست‌های دولت در پی اعتراض گروهی از دانشجویان آغاز شد. تظاهرات در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا روز 12 فوریه به خشونت کشیده شد که در جریان آن 3 نفر به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدند. از آن روز تظاهرات هر روز ادامه یافته است. پایان بخش برنامه این هفته ما طبق روال هر هفته گزارش است از مهستان بختیاری، خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می دهد. زمان زیادی طول نکشید وقتی آقای اردوغان اعلام کرد که دولت ترکیه میتونه شبکه‌های مجازی رو که تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه هستن مسدود بکنه. تقریبا اوایل این ماه بود که آقای اردوغان این موضوع رو مطرح کرد و گفت که دولت ترکیه آینده ترکیه رو به دست شبکه‌های مجازی چون فیسبوک و یوتیوب واگذار نخواهد کرد. این هفته هم خب شاهد بودیم که شبکه توییتر در ترکیه مسدود شد، موضوعی که به هر حال واکنش‌های زیادی چه در داخل و چه در خارج از سوی جامعه جهانی به همراه داشت. خود آقای اردوغان در اظهار نظری که در پاسخ به این واکنش ها بود گفت که دلیلی که شبکه توییتر در ترکیه مسدود شده این استش که مدیران این شبکه به درخواست ترکیه برای حذف برخی از صفحات در این شبکه توجهی نکردند. اشاره آقای اردوغان به این صفحات در واقع مطالب منتشر شده استش که به ویژه در یک ماه اخیر و چند هفته گذشته در آستانه برگزاری انتخابات محلی مخالفان دولت در شبکه‌های مجازی منتشر کردن. سمت و سوی اغلب این مطالب هم در واقع بحث فساد مالی، پرونده فساد مالی و چند فایل صوتی منتسب به آقای اردوغان هستش. آقای اردوغان این صفحات و صفحات شایع پراکنی و دروغ پردازی میدونه. در تمام سخنرانی‌هایی هم که در چند هفته اخیر در شهرهای مختلف آقای اردوغان داشته مکرر به این موضوع اشاره کرده و گفته عده‌ای در داخل و خارج از کشور میخوان با شایع پردازی و افترا زدن به دولت چهره دولت رو مخدوش بکنن. البته موج انتقادات در
جامعه جهانی از سوی جامعه جهانی بالا بود در داخل، هم به همین شکل آقای ارغان در پاسخ به جامعه جهانی گفت که چندان اهمیتی نمیده که جامعه جهانی در این باره چی فکر میکنه و بعد از این قدرت ترکیه رو خواهید دید. در داخل هم که اساساً بزرگترین مخالف دولت حزب خلق بود که همون روز نخست اعلام کرد که بلافاصله از دادگاهی که در شهر استانبول که این حکم رو صادر کرده شکایت خواهد کرد. اما چند روزی از این موضوع نگذشته که به هر حال دادگاهی دیگه در شهر آنکارا حکم دادگاه قبلی رو لغو کرد و خواستار رفع فیلتر شبکه توییتر در ترکیه شد و از اداره مخابرات خواست که ظرف چند ساعت آینده این موضوع رو در واقع مد نظر داشته باشه و اقدام بکنه در این جهت. اما هنوز در واقع تا این لحظه که این گزارش رو ما داریم تهیه میکنیم این اتفاق نیفتاده و چندان هم به نظر نمیرسه که پیش از انتخابات که روز یک شنبه برگزار میشه ما نباید چندان زیاد امید داشته باشیم که دست کم توییتر در این مدت رفع فیلتر بشه. ولی در هر حال در چند روز گذشته کاربران 10 میلیونی شبکه توییتر در ترکیه برخیشون سعی کردن راه‌های مختلفی رو پیدا بکنن تا بتونن فیلترینگ رو دور بزنن و مطالب خودشون رو منتشر بکنن. جالب پسش در میان انتقاداتی که مطرح می‌شد از داخل بسیاری انتظار داشتن که آقای عبدالله گل ریاست جمهوری هم در این زمینه واکنش نشون بده. خب آقای عبدالله گل هم بلافاصله بعد از اینکه توییتر فیلتر شد یک پستی رو در توییتر منتشر کرد و به نوعی ابراز مخالفت کرد با این موضوع و گفت که امیدواره هر چه سریعتر این مسئله حل بشه. به هر حال در شرایط کنونی و تا به الان که هنوز مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد و در نهایت آیا توییتر رفع فیلتر خواهد شد و یا خیر و هنوز این بحث به صورت یک بحث داغ و مطرح در ترکیه در حال رد و بدل شدن در میان افکار عمومی هستش. اما مسئله دیگه که در این هفته رسانه ها بسیار به اون پرداختن مسئله سرنگون شدن یک فرمان جنگنده سوری توسط نیروی هوایی ترکیه بود، موضوعی که دولت ترکیه اعلام کرد دلیل اون تجاوز این جنگنده سوری به حریم هوایی ترکیه بوده و به هر حال دولت سوریه همین موضوع رو به شدت تکذیب کرد. در میان این جدال لفظی به هر حال فرصتی پیش اومد تا آقای اروان که دل خوشی هم از رژیم بشار اسد نداره یک بار دیگه گوشزد هایی رو به مقامات دولت سوریه داشته باشه. آقای اروان البته این بار با لحنی بسیار تندتر به خطاب به مقامات سوری گفت که از این پس در واقع باید منتظر سیلی محکم تری از سوی ترکیه باشیم. بلافاصله هم به وزیر دفاع و نیروی مسلح تبریک گفت از اینکه این جنگنده سوری رو نیروی هوایی ترکیه سرنگون کرده. خود آقای عبدالله گل همین موضوع رو تبریک گفت و گفت که مرزهای ترکیه از سوی نیروهای مسلح به شدت محافظت میشن و ارتش ترکیه در روزهای اخیر به حالت آماده باش هستش به دلیل نارامی هایی که در شمال سوریه رخ داده و تشدید شده. اما تنها این مسئله نبود در این هفته که صحنه استقاق که میان دولت ترکیه و دولت سوریه بود، بلکه بحث و جدل و جدال لفظی در زمینه آرامگاه شاه سلیمان، جده بزرگ بنیانگذار امپراتوری عثمانی که در خاک سوریه قرار داره، هم یک صحنه جدالی بود که البته از هفته ها قبل شروع شده ولی در یکی دو هفته اخیر بسیار به اون دامن زده شده. از جمله آقای عصمت یلماز وزیر دفاع در ماه گذشته عنوان کرده بود که اگر کسی بخواد به این آرامگاه تعرض بکنه دولت ترکیه واکنش تندی رو نشون خواهد داد. دلیل این موضوع هم این هستش که آرامگاه شاه سلیمان در خاک سوریه قرار داره و از سال 1921 طبق پروتکل و قراردادی که میان دولت وقت ترکیه و کشور فرانسه که در واقع اون زمان سوریه تحت قیمومیت فرانسه بوده بسته شده، آرامگاه شاه سلیمان و محوطه اطراف اون بخشی از خاک ترکیه محسوب میشه و این پروتکل تا به امروز پابرجا بوده. در ماه گذشته و چند هفته گذشته نیروهای معارض سوری از جمله داعش تلاش زیادی کردن که این آرامگاه رو تخریب بکنن و به اون تعرض بکنن، موضوعی که دولت ترکیه بسیار برای اون حساس هستش. بیانیه‌های زیادی هم دولت ترکیه در این رابطه خطاب به دولت سوریه و حتی سازمان ملل منتشر کرده و خواستار مداخله سازمان ملل در این رابطه شده. اما اونطور که آقای داوودوغلو در دو سه روز گذشته مجددا این موضوع رو مطرح کرد، گفته که هیچ در واقع پاسخ مشخصی از صدور این بیانیه‌ها دولت ترکیه نگرفته، نه از سوی دولت سوریه نه از سوی سازمان ملل متحد. بنابراین آقای داوودوغلو هم این هفته مجددا باز هم هشدار داد به دولت سوریه و نیروهای معارضی که در سوریه وجود دارن که تعرض به آرامگاه شاه سلیمان در واقع
تعرض به مرزهای ترکیه هستش. این موضوع هم در یکی دو هفته اخیر به هر حال محل بحث و جدال هستش، بسیار هم در رسانه ها مطرح میشه. اما در نهایت در این هفته در آستانه نوروز و بر پایه جشن نوروز در دیگر کشورها، در ترکیه هم در منطقه دیاربکر، منطقه کردنشین دیاربکر، نوروز و جشن نوروز به صورت مفصل برگزار شد. نمایندگان مردم کرد و صدها هزار نفر از مردم کرد در این جشن در آمد در محل ویژه‌ای که مخصوص برگزاری جشن نوروز هست حضور پیدا کردن. از جهات بسیار زیادی داره اهمیت هستش. میدونیم مذاکرات صلح از سال گذشته میان پکاکا و دولت ترکیه آغاز شده. آقای عبدالله اوجلان رهبر زندانی کرد هم که در زندان به سر میبره، بارها در واقع تلاش کرد و خواستار اون شد که این مذاکرات به نتیجه مشخصی برسه، ولی هنوز راه دور و درازی به نظر میرسه در پیش هستش. در این جشن نوروز هم به هر حال با شرایط خاص خودش و با شکوه برگزار شد. شرکت کنندگان در این جشن بارها خواستار آزادی آقای عبدالله اوجلان شدند. به هر حال ما هم امیدواریم که هر چه سریعتر این مذاکرات بعد از نزدیک به 14 نارامی در این منطقه به نتیجه مشخصی برسه و خبرهای خوشی دست کم برای مردمان این منطقه، مردمان کردنشین داشته باشه و آرامش نسبی رو در این منطقه شاهد باشیم. با این گزارش به پایان این هفته برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت می‌رسیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. اگر موفق به دیدن پخش زنده این برنامه نشدید، این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما رو می‌توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید. ما از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده، می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.